سلام دوباره به عزیزان، به قسمت دوم برنامه خوش آمدید. صحبت راجع به اثر کارهایی که ما در فضای خواب میکنیم و تأثیراتی که میتونه در زندگی روزمره ما داشته باشه. حالا مثلا این خانم وقتی که بالمثال هنوز همسر عمر قبلیش رو رها نکرده و هنوز وابسته اون هست، وقتی که یه شخص، یه مرد دیگه در این عمر باهاش روبرو میشه، چون ما همه حس ششم داریم و انرژی هم مثل رادیو موج میدیم، موج میگیریم و انرژی همدیگر رو حس میکنیم. همه این حس ششم ما دارن، فقط فرقش فقط اینه که یه دی بهش آگاهن، یه دی بهش آگاه نیستن. حالا توی همچی شرایطی وقتی یه آقایی بالفرض میاد با من روبرو میشه، فرض کن مثلا اگه من خودم مثال بزنم، بعد مثلا یه آقایی میاد در فضای من قرار میگیره، حالا شاید من ذهنن مثلا موقعی که بیدار هستم ذهنن یه رابطه میخوام و تو این افکارم هستم که چرا مثلا یه رابطه بر من فراهم نمیشه. وقتی یه شرایطی به وجود میاد که مثلا یه آقایی که دنبال رابطه است، مثلا دنبال همسره یا میخواد یه رابطه احساسی داشته باشه، در یک فضا با من قرار بگیره، مثلا یه آشنایی برخوردی بشه، حسی که اون مرد یا اون شخص نسبت به من حس میکنه اینه که من available نیستم. حس شیشمش که چون روح درون، حس شیشم از روح درونشه. روح درون آدم ها به هم آگاهن. روح درون مثلا من آگاه به روح درون اون که چه خصلتی داره، چه جوریه، شرطش چه جوریه، که این حس شیشم از حس روح درون میاد. اون حس میکنه که من آمادگی رابطه ندارم و هنوز وابستم به یکی دیگه و حسش مثل اینه که من مجرد نیستم. حالا با وجودی که من در این بعد فیزیکی تکنیکلی مجرد هستم مثلا، ولی حسی که اون شخص میگیره، اون جنس مخالف میگیره، اینه که من اینجا نیستم یا من مجرد نیستم یا اینکه من انرژیم یه جای دیگه گیره. اینو حس میکنه. این یه حالتاییه که بعض در بعضی شرایط مثلا شما با یکی سلام علیک میکنی، یه شماره هم رد و بدل میکنی، ولی بعد دیگه خبری نمیشه، چون اون یارو حس میکنه تو یه جای دیگه گیری، حس میکنه مثل اینکه مجرد نیستی. چون مثلا کسی که شوهر داره یا زن داره انرژیش متفاوته از کسی که مجرده. کاری به کاغذ بازیش ندارم من، کاری به اینکه روی مثلا روی کاغذ بگه که شما زن داری یا شوهر داری یا مجردی من ندارم. از لحاظ انرژی، انرژی یک کسی که متأهل همسر داره یا متأهله با کسی که مجرده متفاوته. و اون شخص مقابل، چون من هنوز اون همسر عمر قبلیم رو رها نکردم و هنوز بهش وابستم و به اضافه هنوز در فضای خواب باش رابطه ایجاد میکنم، اون وقتی که اون آقا مثلا با من برخورد پیدا میکنه، حسش اینه که من هنوز همسر دارم، مجرد نیستم. حالا یه مقدار برعکس این هم موجوده. برعکس این در افرادیه که متأهلن ولی رفتارشون مثل آدم مجرده. این افرادی هستن که از لحاظ احساسی ارتباط کامل با همسرشون برقرار نمی کنن. حالا بعضی اوقات به دلایل مختلف، مثلا ممکنه به دلیلی که ترس داره، میترسه قلبش بشکنه، از عاشق شدن ممکنه میترسه،
که مثلا کنترل حسش دستش نباشه، یا از اینکه ممکنه در آینده چی بشه، یا چون به خودش اعتماد نداره یا به شخص مقابل اعتماد نداره، از این افکارهایی که همش کاذب هستن و خالی از عشق، و یا شاید چون یه تجربه قبلی داشته که طرف رهاش کرده و قلبش شکسته شده. این چیزا باعث میشه که با وجودی که قانونا متأهله، از لحاظ انرژی متأهل نمود نمیده، چون اون ارتباط احساسی عمیق رو، اون ارتباط روحی رو با اون همسر فعلیش ایجاد نکرده. حالا این نوع رابطه هم یه قسمتشه، این فقط در این زمینه نیست، در زمینه های دیگه هم این تأثیراتی داره، یعنی کاری که در خواب میکنیم تأثیرات داره، ولی خب این یه مثالشه، یه بود یا یه بخشیشه. اگر که مثلا اون شخصی که متأهله ولی دائما در فضای خوابش با یکی دیگه تو فضای خواب داره ارتباط برقرار میکنه، تو رابطهش تاثیر ایجاد میکنه. حالا همزمان که دارم اینو میگم همزمان که دارم اینو میگم تو این فکرم که حالا افراد شروع میکنن گیر دادن به اینکه خودش یا طرفش تو خواب داره چی کار میکنه. هدف من این نیست که، دلیلی که اینو دارم توضیح میدم، هدف من این نیست که شما بخوای سخت بگیری گیر بدید به اینکه آ مثلا همسر من تو خواب با کی بود یا من تو خواب با کی بودم. نه، هدف من اینه که شما به خودتون آگاه باشید و بدونید که یه قسمت های از خوابتون که دارید یه کاری تو فضای خواب انجام میدید، در سطح انرژی و ارتعاش شما و روزمرتون تاثیر داره. این هدف اصلی منه که بعد به خود آگاه باشیم. این هدف اصلی منه. این حتی مثلا در مورد مادر پدر و بچه هاست، این یه حالت دیگرش هست. مثلا تو یه قسمت یه افرادی از خانواده ما، من تو خوابای مختلفم تجربه می کردم که اینا بچه شون تو بعضی از حالتهای خواب که پیش می اومد که من اینا رو تو خواب می دیدم، یه چیزی که متوجه می شدم اینه که اون بچهشون که اون موقع کوچیک بود اکثر اوقات توی اون فضای خواب با مادر پدرش نبود، که البته فکر می کنم این یه سری این چیزا هدف این بود که تجربه و درک من بیشتر بشه تو این زمینه ها، ولی حالا نه خیلی به تکرار هم، ولی هر دفعه من خواب این خانواده رو می دیدم، یه چیزی که توی خواب متوجه می شدم اینه که بچهشون باهاشون نیست توی خواب، بچهشون یه جای دیگه است، از اینا دوره. مثلا می دیدم که یه جا، مثلا یه بار می دیدم تو خواب که رد شدم و بچهشون یه جا تنها نشسته، که من میرم به بچه میگم این چرا اینجا نشسته، این چرا تنهاست، بعد بچه رو مثلا ور میدارم مثلا میدم به مامانش. این یه دلیلش اینه که اون بچه اون ارتباط روحی کامل رو یا کافی رو با مادر پدرش نداره. حالا اینکه چرا این بعد ریشه یابی بشه، معمولا ریشه کارما داره. مثلا ممکنه که اون مادر پدر روحن یا اخلاقن یا از لحاظ سطح انرژی با اون بچه هماهنگی نداشته باشن. مثلا ممکنه سطح ارتعاش مادر پدر با بچه خیلی تفاوت داشته باشه، هماهنگی نداشته باشه. تو این کیس یه تفاوت انرژیشون این بود که این بچه خیلی بچه خندان و سرحال و انرژی ارتعاش بالا داشت،
مادر پدر خیلی حالت خشک و در امواج خشم و یه همچین حالتهایی، و چون تفاوت ارتعاششون زیاد بوده، حالا میدونم من معمولا گفتم که افراد مادر پدری انتخاب میکنن که هم ارتعاش هم هستن، ولی بعضی اوقات در بعضی کیسا، یعنی یکی از دلایلی که فراهم شده بود که این بچه این مادر پدر رو انتخاب کرده بود و این شرایط فراهم شده بود، برای این بود که سطح ارتعاش این بچه بتونه به این مادر پدرش و بچه قبلشون کمک بکنه که به انرژی خودشون رو تغییر بدن. یعنی هدف این ارتباط کمک بوده، کارما نبوده، چون بین اون اینو میدونم، متوجه شدم که بین مادر پدرش رو نمیدونم، ولی میدونم بین مادرش و دخترش کارما نبود. و در این کیس که یک کیس خاصه، یعنی مثل هر کیسی که کیسای روال عادی داره نبود، دلیلی که این فرزند اینها شده بود برای این بود که بتونه کمکشون کنه انرژیشون رو تغییر بدن. ولی یعنی به این هدف مثلا این بچه که سطح ارتعاش بالاتری داره در این خانواده قرار گرفته که بتونه سطح ارتعاش خانواده رو بیاره بالا، بهشون کمک کنه برای اسنشن، اومده که کمکشون کنه برای تغییر و حرکت به بعد 5. ولی چون مادر پدر یه مقدار در اون امواج خودشون زیاد عادت کرده بودن، برای بچه مسئله پیش اومده بود که خودشو نتونسته بود هماهنگ بکنه با انرژی مادر پدرش، و وقتی که تفاوت ارتعاش هست، فاصله انرژی ایجاد میشه. دو تا آدم اگه توی فضا هستن و ارتعاششون متفاوته، حسشون اینه که در کنار هم نیستن، حسشون اینه که تنهان، مثل اینه که تو دو فضای جدا هستن، حتی اگر در یک اتاقن ولی تفاوت ارتعاششون خیلی زیاد باشه، حسشون اینه که در کنار هم نیستن و حس تنهایی میکنن. حالا یه چیزی که این تو خواب این انعکاسش رو به این گونه نشون داده بود این بود که این بچه چون سطح ارتعاشش بالاتر بود، هم بچه با مادر پدر نتونسته اون ارتباط روحی رو ایجاد کنه، هم مادر پدر نتونستن ارتعاش خودشون رو تغییر بدن، ارتعاش خودشون رو بالا بیارن که هماهنگی پیدا کنن با این بچه. و انعکاسی که این حالت ایجاد کرده بود، یعنی بالواقع فضای خوابشون آشکار میکنه که لایه های زیری چی هست، چه از لحاظ انرژی چی داره میگذره. که انعکاسی که این در ارتباط خانوادگیشون به مرور به وجود آورد این بود که خود اون بچه به مرور به خاطر که میخواست خودش رو هماهنگی بده، یه تغییر انرژی در خود اون بچه ایجاد شد که به نفع خودش نبود، ولی برای اینکه بتونه یه مقدار هماهنگی با مادر پدر داشته باشه، ارتعاش خودش رو آورد پایین. البته این ناخودآگاه هست، ولی من اینو متوجه شدم در یه سن 7-8 سالگی بود فکر کنم، بچه یه مقدار ارتعاش خودش رو آورد پایین که بتونه با اینا هماهنگ‌تر بشه. و به طور انعکاسی از این داستان من میدیدم درشون این بود که مادر پدر و این بچه ارتباط روحی کافی نداشتن، که حتی بعد که مثلا بچه یه مقدار سن بزرگتر پیدا کرده بود، علنا اینو گفته بود به مامانش که من به شما حسی ندارم، من مثلا حس خانواده بودن با شما ندارم. که خب مادر پدرش خیلی از این حرف ناراحت شده بودن، ولی با من که در میون گذاشتن، من بهشون گفتم حقیقت رو داره میگه این بچه، به خاطر اینکه اون مثلا در فضاهایی که من تو خواب میدیدم این بچه هیچ وقت با شما نبود. که خب باز با این وجود اونام این مسئله رو خیلی درک نکردن، ولی
ارتباط با ارتباطی نو، ارتباطی که تو اون فضای نوری هست، تو ارتباط تاثیر داره. یه دلیلی که مثلا بعضی اوقات اگه میخواین ارتباطتون بهتر بشه با یه کسی، من میگم قبل از خواب درخواست بدید به رابطتون درمان بده، به خاطر اینه که وقتی این درخواست رو میدید که به رابطه ما درمان بده، باعث میشه شما تو فضای نوری همو ملاقات کنید و اون ارتباط و ملاقات در فضای نوری شما رو به هم نزدیکتر میکنه، حس صمیمیت رو بیشتر میکنه و به بهبودی رابطه کمک میکنه. البته انتخاب دو طرفین هنوز شرطه، یعنی گارانتی در چیزی نیست، چون انتخاب دو طرفه هنوز شرطه که دو طرف بخوان با هم باشن، دو طرف یه علاقه زمینه‌ای به هم داشته باشن. ولی یه دلیلی که این درخواست تاثیر مثبت داره که بگید به رابطه ما درمان بده، اینه که باعث میشه تو فضای نوری با هم ملاقات کنید، با هم وقت بگذرونید، که این حس نزدیکی بیشتر ایجاد میکنه. حالا تو این زمینه که برعکس بود، که مثلا اینا تو فضای نوری با هم نبودن، مثلا اکثر اوقات من بچه رو یه جای دیگه میدیدم با یه عده دیگه که من فکر میکنم احتمالا ربط به تناسخهای قبلی بچه داشت و مادر پدر توی فضای دیگه، خیلی به یاد ندارم مثلا من یه بار اینا رو در خواب در یک فضا همزمان دیده باشم. حالا اصل حرفم اینه که یه سری کارهایی که ما در بعد نوری انجام میدیم تعبیری نیستن، کاریه که دارید انجام میدید با بدن نوریتون، و کارهایی که با بدن نوریتون در فضای خواب انجام میدید در انرژی شما، سطح ارتعاش شما و حس روزانه شما تأثیر داره. مثلا اگر که ذکر گفتن توی روز خیلی اثر مثبت داره برای آرام کردن ذهن و هدایت ذهن، که هم موقعی که در مراقبه هستید، هم موقعی که در روزمره در مراقبه نیستید و وقتی میبینید که فکرتون زیادی مشغوله و داره میدوه الکی، این صفحه ذهنی داره الکی میچرخه، به خود هوشیار بشید و ذکر بگید، شروع کنید به ذکر گفتن. وقتی که این ذکر گفتن خیلی عادت بشه و در فضای خواب موقعی که جسم خوابه و خودتون رو در فضای نوری میبینید، اگر در فضای خواب ببینید که دارید ذکر میگید، این خیلی به سطح ارتعاشتون کمک میکنه. اگر مثلا توی خواب میبینید که دارید با خدا حرف میزنید، با خالق ارتباط میکنید، برقرار میکنید، دارید دعا میکنید یا ذکر میگید، اینها همش نوعی ارتباط با خالقه و به سطح ارتعاش خیلی کمک میکنه. یعنی خود این ذکر گفتن هم اثر مثبت در ذهن آرامش شما در موقع روز داره، و وقتی که به حد بشه که در ناخودآگاه نشست کرده باشه و ببینید که در خواب دارید ذکر میگید یا با خالق ارتباط برقرار میکنید، این خیلی در سطح ارتعاشتون تاثیر مثبت داره، که این یکی از چیزهای دیگه است که اگر مثلا در خواب دارید اون کار رو انجام میدید، صبحش خیلی سرحال، خیلی با آرامش بیدار میشید، که خیلی خوبه که مثلا قبل از که میخواین بخوابید برای حداقل 5 دقیقه حالت مراقبه و ذکر بگید، چون ذهنتون رو عادت میده که اگه در خواب شروع کنید به ذکر گفتن، این یعنی موقعی که در خواب، یعنی با بدن نوریتون و که در انرژی روح هم بهش ارتباط داره، تو اون حالت که ذکر بگید خیلی به سطح ارتعاش کمک میکنه، صبحش خیلی سرحال و با نشاط و پر انرژی بیدار میشید و حس میکنید راه حلها به راحتی به ذهنتون میاد و دیگران رو در سطح دیگران هم اثر مثبت ایجاد میکنید. حالا زمانی که تا زمانی که چشم بصیرت باز نشده، ما تسلط 100% به بدن نوری نداریم. یکی از حسنهای بزرگ باز شدن چشم بصیرت اینه که وقتی که چشم بصیرت باز میشه، به بدن نوری تسلط پیدا میکنید.
حالا خیلی وقتی راجبه چشم بصیرت صحبت میکنن دنبال اینن که چیزای غیر فیزیکی رو ببینن، ولی این به دیدگاه من این بزرگترین منفعت چشم بصیرت نیست. بهترین منفعت باز شدن چشم بصیرت اینه که یه تغییر انرژی ایجاد میشه که باز میشه به بدن نوری خودتون مسلط باشید، که وقتی که به بدن نوری خودتون مسلط باشید دیگه در همه حالی در 100% اوقات شما کاملا آگاه هستید که بدن نوریتون کجاست و داره چیکار میکنه. یعنی حتی موقعی که جسمتون خوابیده شما کاملا هوشیار هستید با بدن نوریتون، دیگه این حالت نیست که اون بدن نوریتون داره برای خودش هر کاری میخواد میکنه، که این هم در سطح آگاهی و انرژی خیلی خیلی تاثیر داره. یعنی خود باز شدن چشم بصیرت تغییر انرژی ایجاد میکنه که به بدن نوریتون مسلط بشید، و وقتی به بدن نوری مسلط میشید این هم زمینه خیلی خوبیه برای آگاه تر شدن و ایجاد تغییر انرژی بیشتر، که البته باز شدن چشم بصیرت آمادگی میخواد، یه آمادگی ذهنی، احساسی و جسمی و انرژی لازم داره و از لحاظ ارتعاش، یعنی حتی جسمتون باید آمادگی داشته باشه. که بعضی ها اینو برای خودشون برنامه ریزی میکنن. یکی از اهداف کلاسه ترمی من این هست که به افراد اون میزان آگاهی و آمادگی و انعطاف پذیری از لحاظ انرژی به افراد داده بشه که آمادگی پیدا کنند برای مرحله ای که چشم بصیرت باز بشه. البته باز شدن چشم بصیرت برای هر کسی یه سیر متفاوته بنا به آمادگیشون، ولی خب این منفعت رو داره که وقتی که آمادگی پیدا کنید برای باز شدن چشم بصیرت و چشم بصیرتتون باز بشه، اون موقع دیگه به بدن نوریتون کاملا مسلط میشید و دیگه از این حالت که کاری داری میکنه که بهش آگاه نیستید دیگه این حالت رو نخواهد داشت. که مسلما وقتی به بدن نوریتون کاملا مسلط میشید دیگه اون حالتی هم که بدن نوریتون یه کاری میکنه که انعکاس خوب نشون نمیده ایجاد نمیشه، یعنی مسلما در شرایطتون تاثیر ایجاد میکنه، چون دیگه کاملا آگاه هستی تو خواب داری با کی ارتباط برقرار میکنی، کاملا آگاه هستی که داری چیکار میکنی، کجا هستی چیکار داری میکنی، به اضافه که میتونید از اون فرصت استفاده کنید برای آموزش های بالاتر، برای بالا بردن سطح آگاهی و سطح ارتعاش. که مثلا موقعی که جسم خوابه میتونید با بدن نوریتون با خالق ارتباط برقرار کنید یا ذکر بگید، این گونه چیزا، یعنی خیلی تاثیر مثبت داره. حالا خیلی همونطور که گفتم دنبال چشم بصیرتن بیشتر برای اینکه مثلا یه چیزایی رو ببینن غیر فیزیکی. خود باز شدن چشم بصیرت آگاهی نمیاره، بینش میاره و این هستش که به بدن نوری مسلط میشید، ولی اون بیداری اصلی که اون چیزی هست که ما دنبالش هستیم و باید خواستارش باشیم، بیداری چاکرای هفتمه. بیداری چاکرای هفتمه که ما رو به خودمون آگاه تر میکنه و حضور ذهن بیشتر به ما میده، که البته اینا همش مراحلیه که یه مقدار آمادگی میخواد. اولین مرحله که به ما کمک میکنه باز شدن قلبه. البته این مرحله برای افرادم متفاوته، بعضی هم ممکنه اول قلبشون باز بشه، بعد چشم بصیرتشون، بعد چاکرای هفتمشون، بعض وقتا هم نه، یعنی ترتیب خاص نداره. بعضی هم ممکنه اول چشم بصیرتشون باز بشه، بعد قلبشون، بعد چاکرای هفتمشون، یا بعضی به ترتیب متفاوت. ولی یه چیزی که تأثیر داره در این ترتیبات و زمان اینه که تجربیات عمرهای قبلیشونه. مثلا کسی که تو عمرهای قبل مراقبه کرده و روی باز شدن قلبش یا بیدار شدن چاکرای هفتمش قبلا کار کرده،
در این عمر سریعتر جلو میفته. یا بعضیا این برنامه ریزی رو میکنن که مثلا بنا به، چون ما برنامه ریزی میکنیم برای چندین عمر، نه فقط یک عمر. مثلا کسی که هدفش اینه که در این عمر فعال و بیدار بشه، مثلا چاکرا هفتمش بیدار بشه، از چند عمر قبل این برنامه ریزی رو کرده. یا خیلی از شماها که الان دارید آگاه تر میشید، اگر در این عمر بیدار نشدید، این جزی از برنامه ریزی بیدار شدنتونه. مثلا یه چند تا عمر شما قبلا فراهم کردید که آگاه بشید، در این عمرم بر خودتون فراهم کردید که آگاه تر بشید، و ممکنه مثلا در عمر بعد یه هدف های مشخص دیگه دارید که بر خودت مشخص کردید که بعد از این مثلا مراحل من مثلا در این عمر میخوام زمینه ایجاد بشه برای بیدار شدنم، برای مثلا بیداری چاکرای هفتم یا قلب یا مراحل دیگه. حالا آینده البته قابل تغییر 100% نیست، ما با رشد و آگاهی یه تغییراتی در آیندهمون ایجاد میشه، ولی این برنامه ریزی معمولا در چندین عمر میشه، یعنی نه فقط در یک عمر. حالا مثلا شما ممکنه 10 تا عمر برنامه ریزی بکنید برای اینکه مثلا در انتها عمر دهم شما چاکرای هفتمت بیدار بشه. حالا این احتمال وجود داره که مثلا در هشتمین عمر چاکرای هفتمت بیدار بشه، ولی هدف حرف این هستش که این برنامه ریزی میشه در چندین عمر. یه سری چیزایی که مثلا الان تجربه میکنید و براتون قابل درک نیست که من چرا اینا دارم تجربه میکنم، معمولا هدف خاصی داره، ولی چون شما کل عکس رو نمیبینید، کل داستان رو نمیبینید، متوجه دلیلش نمیشید. ولی تمام مراحلی که الان دارید طی میکنید اون چیزایی هست که الان برای رشدتون لازمه، برای هدفهایی که در عمرهای بعد دارید، اون چیزی هست که برای درکتون، برای رشدتون الان لازمه. چون ما فقط جلوی پامون رو میبینیم، یعنی فراتر از جلوی پامون رو نمیبینیم، این بنا به سطح آگاهیمونه، فعلا فقط جلوی پاتو میبینی، برای همین متوجه نیستی که این چیزی که الان باهاش روبرو هستی چه هدفی داره، چه منفعتی داره. ولی اگر کل داستان رو ببینی، کل داستان تناسخت رو ببینی، و اینکه خب من در مثلا عمر بعدی یا چند تا عمر بعدیم چه هدفی دارم، اگه کل این داستان رو ببینی برات کاملا آشکار میشه که خب این تجربه به چه درد من میخوره. ولی همیشه اون چیزی که براتون فراهم میشه و خودتون برای خودتون فراهم کردید برای منفعت خودتون هست. اوکی، 1 دقیقه وقت داریم تقریبا. من فکر میکنم از این 1 دقیقه استفاده کنم یه درمان به شما عزیزان بدم. کف پاتون روی زمین، 2 تا نفس عمیق بکشید. بسیار خب، یه پاکسازی انجام بدید. 3 بار بگید از فرشته نگهبانم درخواست میکنم فضای منو پاکسازی کن. 3 بار. از اینکه در این قسمت با من بودید سپاسگزارم. امیدوارم شاد و تندرست باشید، آگاه و بیدار. از خالق، از فرشته، از ملمای نوریتون همیشه درخواست آگاهی بکنید که بیدار بشید. آرزوی بهترین ها رو برای شما دارم. شاد و تندرست باشید.